شانزدهمین روز فروردین ماه برابر با 5 آپریل سال 1334 خورشیدی برابر با 1955 میلادی، استعفای سرلشکر فضل الله زاهدی از نخست وزیری. تیمسار سپهبد فضل الله زاهدی متولد سال 1271 در همدان، فرزند ابوالحسن خان بصیر دیوان از مالکان همدان بود. او سناتور همدان در مجلس سنا و نخست وزیر ایران بود که به سبب دو حادثه تاریخی شهرت بسیاری یافت: نخست سرکوب و دستگیری شیخ خزعل در خوزستان که در صدد تجزیه بخش‌های از ایران در آغاز دوران رضاشاه بود، و دوم حوادث 28 مرداد که در جریان آن توسط محمد رضا شاه پهلوی به جای دکتر محمد مصدق به عنوان نخست وزیر انتخاب گردید. او در سراسر دوران جوانی خود در جنگ‌های داخلی شرکت داشت. تیمسار زاهدی در جریان نهضت ملی شدن نفت به جهت روحیات ضد انگلیسیش هوادار نهضت به شمار می رفت و مدتی در کابینه دکتر محمد مصدق وزارت کشور را بر عهده گرفت. او در دوران نخست وزیریش مذاکرات نفت با انگلستان را که در زمان دکتر مصدق قطع شده بود را به سرپرستی وزیر اقتصاد و دارایی دکتر علی امینی آغاز کرد که منجر به قرارداد کنسرسیوم یا قرارداد امینی پیج گردید. بر اساس این قرارداد، اگرچه ملی شدن نفت و صنایع نفت ایران مورد پذیرش طرفهای خارجی قرار گرفت، ولی دولت ایران تضمین می کرد که تا 25 سال نفت تولیدی را به شرکت‌های عضو کنسرسیوم بفروشد. بدین ترتیب فروش نفت ایران پس از نزدیک به 4 سال وقفه از سر گرفته شد. سال 1320 خورشیدی برابر با 1941 میلادی، در گذشت پروین اعتصامی، شاعره ایرانی. رخشنده اعتصامی، مشهور به پروین اعتصامی، از شاعران نامی معاصر ایران است که در تبریز متولد شد. از ابتدا زیر نظر پدری تربیت شد که با انتشار کتاب تربیت نسوان اعتقاد و آگاهی خود را به لزوم تربیت دختران نشان داده بود. پروین از ابتدای کودکی ادبیات را در کنار پدر و استادانی چون ده خدا و ملک الشعرای بهار آموخت و از 8 سالگی به شعر گفتن پرداخت و در جشن فارغ التحصیلی مدرسه دخترانه آمریکایی مقاله‌ای با عنوان زن و تاریخ ایراد کرد و در آن از ظلم مرد به شریک زندگیش که سهیم غم و شادی اوست سخن به میان آورد. پروین پس از یک ازدواج ناموفق مدتی در کتابخانه دانشسرای عالی تهران سمت کتابداری داشت و به کار سرودن شعر نیز ادامه داد. دیوان اشعارش را به تشویق ملک الشعرای بهار توسط چاپخانه مجلس منتشر نمود، تا اینکه سرانجام در سن 34 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری حصبه در تهران زندگی را بدرود گفت. پیکر او را به قم بردند و در جوار قبر پدرش در مقبره خانوادگی به خاک سپردند.